سلام سلام، چطوری؟ چه خبر؟ دختر دیرمه، باید زودی برم یک اوپنینگ یه جای بی ربطی ما رو دعوت کردن. من باید برم، ولی مثلا در حدی که فقط 20 دقیقه نیم ساعت میتونم اونجا باشم، ولی میرم دیگه، خود یه حضوری به هم برسونم و سریع برگردم. احترام برام قائل شد. میخوام یه قصه یه برای شما تعریف کنم، فکر کنم به دردتون بخوره. دقیقاً یک ساعت دیگه باید خونه باشم، باورت میشه؟ چیکار میکنم با خودم؟ اولا که اینجا یه آتش سوزی خیلی بدی توی یه استان نزدیکمون اتفاق افتاده و به خاطر این آتش سوزی چقدر هم باد داریم. حالا روز روزون انقدر باد شاید نبود و این آتش سوزیه و به خاطر بادی که داریم همه این دود آورده، در حدی که الان مدرسه ها همه بچه ها توی اتخون مدرسه رگم دارن، کسی پلیگراند بچه ها نمیبرن. امروزش هم با یکی از کانتام صحبت میکردم، صحبتش سر این بود که دوست پسرش، پارتنرش، مثلا برای بار اول، مسلمه این همه خارج از ایران هم دیگه، بار اول خانواده ایشون رو دیده، این خانم رو دیده، بعد گفته من کامفتبال نیستم تو دست منو بگیری جلوی مامان بابات. حالا اینا یه سال آندی دارن دیت میکنن. بعد چرا؟ چون که زشت جلو اونا، دفعه اول بعد احترام بذاری. آقا من با یه ماجرایی مشکل دارم، با چند تا ماجرا اینجا کانفلیکته. به نظر من تکلیفم باید با خودمون روشن باشه. برای منم خیلی سخت بود از این مرحله دونه دونه پیداشون کنم، آیدنتیفای کنم، بگذرم. اولش اینه، آقا جان من، مگه دفعه اول با دفعه پنجم چه فرقی میکنه که ما بعد دفعه اول فیلم بازی کنیم که ما رو دوست داشته باشن؟ چرا ما اینقدر فکر میکنیم دوست داشتنی نیستیم، خوب نیستیم، خواستنی نیستیم و باید با فیلم بازی کردن این توجهو بگیریم؟ میدونی؟ یعنی مامان بابای اون خانوم نمیدونن که این دوتا آره دیشب و کنار هم میخوابن. مجبورم اینقدر صاف و ساده بگم، من به این نمیگم احترام، من به این میگم ریا، دروغ و تظاهر. این احترام نیست، این کجاش احترامه؟ مثلا احترام چرا تو به این داره؟ مثلا من اگه دست بزنم به دست پارتنرم جلو مامان بابام، به مامان بابام بی احترامی شده؟ چرا اینا دست به هم نمیزنن؟ من چجوری به وجود اومدم؟ من چجوری به وجود اومدم؟ چقدر با تظاهر داریم میریم جون؟ مسخره نیست خدا وکیلی؟ من نمیگم ایشون حرف مسخره زدن، ابدا. من میخوام اصلا رفتم با ایشون کار ندارم، من با کل سنت، کل احترام. آخه بابا آبرو، احترامی، هر چرت پرتا. ما همه زندگیمونو نابود میکنیم که به یکی دیگه احترام بذاریم. من میخوام بهتون بگم دفعه اول با دفعه پنجم چه فرقی میکنه؟ چرا من همون دفعه اول نباید خود واقعمو نشون بدم؟ چون دوست داشتنی نخواهم بود؟ چرا باید فیلم بازی کنم، نقش بازی کنم؟ حالا یه قصه دیگه هم بوده که بعدنا شاید یه روزی تعریف کنم راجع به دوستی که میگفت اینایی که خونه من بودن غریبه بودن، جلو اینا نباید ما این حرفا رو بزنیم. خب برای چی غریبه رو راه میدی تو خونت؟ چرا هنوز وقتی مطمئن نیستی با آدما راحتی، هنوز مرزگذاری نداری، عزت نفست قوی نیست، آدم ها رو وارد حریم فرو خونت میکنی، بعد میخوای بکنی، چرا قبل از ورود رو در نمینویسی که اینا آیین نامه امروزه، راجع به این ماجرا حرف نمیزنی، این شوخی رو نمیکنی؟ من 4 تا غریبه دارم، اسم غریبه هام شماره 1, 2, 3, 4. خب مگه من فالبینم که بدونم کیا تو زندگی تو غریبن کیا نیستم؟ من کجا بدونم تو با کی خوشحالی کیا نیستی؟ من همینم، من نه بی ادبم، نه بی تربیتم، نه گستاخم، نه عدم احترام دارم. احترام توی نیست که من همش مواظب باشم تو نشکنی، شیشت نشکنه. اول تو باید برای خودت احترام قائل باشی، یاد بگیری که مرزات کجاست، اون شیشه دور و برت رو بکنی بولت پروف، ضد گلوله، رو خودت کار کن، به جای اینکه هی دائم بخوای بگی آ تو دست به من نزن، تو این حرف رو نزن، تو اون نکن، به من بی احترامی شد، به اون بی احترامی شد، به تریج قبای من برخورد. بابا خب یه دفعه همه این توجه رو بیار رو خودت، میبیت می و این انگشت رو گرفتم یکیش به سمت بیرونه، این ستا بیچاره به سمت منه. من باید رو خودم کار کنم. چقدر ما تو این ماجرا گیر کردیم که همش میخوایم تظاهر کنیم و تا یکی راجبمون یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه، نگرانیم که بهمون بی احترامی شده، بهمون بی حرمتی شده. چطور به خودش اجازه داد؟ به راحتی به خود آدم تو هر چی دلشون خواست بگن. ما باید ببینیم که ما چیو داریم برای خودمون میکنیم پیرن عثمون و با اون توجه میگیریم یا تظاهر میکنیم یا خودمون میکنیم یکی دیگه. خیلی مبحث عمیقیه، خیلی.
خیلی زیاد، که دفعه اول که طرف غریب است جلوش این حرفا رو نزنیم، از دفعه 160 تون بزنیم. آخه اصلا اگه تو خوب نیستی هیچ وقت خوب نیستی، اگه خوبی همیشه خوبی، به دفعه اول و دهم و صدام غریب و غیر غریبه ربطی نداره. اگه یکی رو وارد حریم خونت میکنی، وارد حریم اطرافیانت میکنی، باید مطمئن باشی باش راحتی. راحت نیست اصلا وارد نکن. بعدش هم هنوز معذبی، یه آیین‌نامه بنویس. واقعا دارم میگم بگید، آدم دعوت میکنی بگید من جلوی این آدم معذبم، خودتو فیلتر کن، تو خونه من راحت نباش، تو فضای امنی نیستی تو خونه من، بعد خودتو فیلتر کن. به تریج قبای منم همه چی برمیخوره. دروغ میگم، میگم من اوکیم، اوکی نیستم. ببین میتونی بگی ما همینه دیگه، همش داریم فیلم بازی میکنیم، همش میخوام یکی باشیم که توانایی بودنش رو نداریم، میخوام آدما رو زوری داره برای خودمون جمع کنیم، ولی ظرفیت پذیرش انرژی آدمای دیگر نداریم، همش میخوام همه رو قیچی کنیم بر اساس استانداردهای ما. اصلا به ذهنمون نمیاد که بابا شاید استاندارد من استاندارد اشتباهیه، شاید اینجوری که من دارم برخورد میکنم داره آدمای دیگه رو آزار میده. فکر کنیم اینجا، یا بهش میگم the benefit of doubt. و میدونی از کجا متوجه میشیم که این الگو اشتباهه؟ از اینجایی که هی فرت و فورت آدم های اطراف اون کارهای میکنن که برخلاف استانداردهای ماست، ما همش شاکی میشیم، سورپرایز میشیم، اه چه ببین اینم این کارو کرد، اه اونم این کارو کرد، به هیچ کس هم بنفیت آف دات نمیتونیم بدیم. اصلا یه درصد هم فکر میکنیم میبی این طرف منظور نداشت، میبی این طرف یه چیز دیگه داشته فکر میکرد، میبی من دارم نوشخوار میکنم، میبی اول باید برم ازش بپرسم تو منظورت بی احترامی بود، اصلا منظورت از این حرف، از این سخن، از این جوک، از این حدیث چی بود؟ آخه تو هم آدمی، من دارم رو تو تمام این تهوع عاطفی میریزم رو تو، ازت بپرسم ببینم تو منظورت این بود؟ تو دستت زدی به دست من، بی احترامی خواستی بکنی؟ تو این جوکو گفتی، خواستی بی احترامی کنی؟ خواستی به من توهین کنی؟ میدونی چرا نمیپرسیم؟ چون مطمئنیم حق نداریم. میدونی چرا خیلی عصبانی هستیم؟ چون مطمئنیم مرزای قوی و ضخیمی نداریم. چون وقتی من برای من یه اتفاق میفته، یکی به من مثلا توهین و بی احترامی میکنه، اگه من مرزهای عاطفیم، ایموشنال باندریام ضخیم باشه، پوست عاطفی قوی داشته باشم، همونجا میگم، همونجا آن دسپات آروم با سلف استرتیونس میگم ببین من الان یه حس بدی گرفتم، همونجا تو جمع جلو همه چرا نگم اگه من حق دارم چرا نباید حرفم بزنم؟ بی احترامی که نمیخوام بکنم، فحش کنم، میگم من حس بدی گرفتم از این حرف تو، لازم دست نزام به دست من، الان احساس کنم بی احترامی. چرا نمیگم؟ چون مطمئنم حق ندارم، چون مطمئنم اینجا من محق نیستم. آسون ترین کار اینه که برم تو قیافه، بعدم بر علیه اون آدم استفاده کنم و بعد تو ذهن خودم قربانی کنم و با این قربانی بودن به خودم هویت بدم. یه ذره این ویدیو ممکنه هارش و سفت و محکم بیاد، ولی واقعا این ویدیو بیسیکلی مال دوستای خارج از ایرانه. تو رو خدا تکلیفتون رو با خودتون روشن کنید. اون چمدونی که برداشتین خر 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 از ایران آوردین اینجا، یه عالمه چیزاش خرابه، پوسیده، اینجا کار نمیکنه. اگه میبینین اینجا آدما روکن، اینجا راحت حرفشون رو میزنن، اینجا شوخی میخوام بکنم میکنن، نه اینکه بگم بی ادبی، ابدا توهین نمیکنن، و اگرم یه چیزی به نظرشون منطق نمیاد میپرسن، اگه احساس میکنن آقا طرف با من بد حرف زد بذار من اینو کلیر کنم، میپرسن، بر خودشون ارزش قائلن. وای که چقدر این مهمه که انقدر بر خودمون ارزش قائل باشیم که در لحظه که احساس میکنیم یه چیزی داره به تریج قوامون برمیخوره، خوشمون نیامد، بتونیم خود ابرازگری کنیم. اگه میبینی خشمگینی اون لحظه داری خفه میشی از خشم، تظاهر نکن، دروغ نگو، همونجا بگو ببین من حال خوشی ندارم، به نظرم میاد من خشمگینم، به من فرصت بده ولی من میام با تو صحبت میکنم. دیگه از اون روز تا روزی که بالاخره بالا تهوع عاطفی کنی رو طرف، چرا تهوع کردی؟ برای اینکه اینا رو گذاشتی رو هم روش نشخوار کردی، اینجوری بزرگ کردی. چرا؟ چون عزت نفست پایینه. منم خودم یه روز اینجوری بودم، ماها میشستم فکر میکردم، الان یاد گرفتم همونجا ظلماست. اگه فکر میکنی محقی، ایموشنال رگولیشن تو ببر بالا، از نظر احساسی خودتو رگولیت کن، همونجا حرفتو بزن. اگر اونجا به ذهنت نرسید، که خیلی وقت ما به ذهنمون نمیرسه که بابا من یه اتفاق برام افتاد، چی شد، چرا من حالم بده، چه اتفاق افتاد فلان، اگر اون ایموشنال رگولیشن اون موقع نتونستی بکنی، به مجردی که شد حتما با اون آدم تماس بگیر. اگه برای خودت ارزش قائلی، بیشتر از اینی که برای آدمای دیگه ارزش قائل بشی، برای خودت اگه ارزش قائلی، برای رابطه‌هات ارزش قائلی، برای رپیتیشن و اسم و رسمت ارزش قائلی، همونجا به خودت فرصت بگو من دو روز به خودم فرصت نمیدم صحبت کنم. بعد تو اون بازم تظاهر نکن، دروغ نگو، وقتی با طرف در حالت صحبت و اینایی
قیافه نرو، خالی نبند، خودت باش. هیچی مهمتر از خودت بودن نیست. من سلماز یه روز تو زندگی تو هستم، یه روز نیستم. اون چیزی که از تو به یاد من میمونه رفتارته، واکنشاته، مدل برخوردته، نشون دادن بزرگواریته، میدونی؟ و اون چیزی که از من به یاد تو میمونه رفتارمه، واکنشمه، پذیرشمه. ماها تو زندگی همدیگه مارک میذاریم، یه رد پا میذاریم، با اون رد پا میریم. خلاصه میخوام بهتون بگم با خودتون تعارف نکنیم، به خودتون دروغ نگین، سر خودتون هم شیره نمالین. وقتی از یه چیزی ناراحتین، ناراحتین بپذیرید، بیامرزید، به طرف مقابلتون هم بگین نترسید. خیلی بهتره بگین تا اینکه نقش بازی کنین، چون نقش بازی کردن مزخرفترین تأثیر رو رابطه ها میذاره. این چرا بوق میزنه؟ 30 مترش هم بعد درست اون موقع که ممکنه بزنی به جایی بوق نمیزنه. دقت کردی؟ خلاصه ببین، خودتون رو دوست داشته باشین، بیاین تمرین کنیم خودمون رو دوست داشته باشیم، خود ابرازگری سالم داشته باشیم. اونجایی که احساس میکنیم که یه چیزی داره به ما برمیخوره، به خودمون انقدر روا بداریم، بر خودمون انقدر ارزش قائل باشیم که حرفمون رو بزنیم. بعد با این با تمرین میاد. اگه دفعه اول احساس میکنی با خشم ممکن رو طرف بالا بیاری، یه مدت که تمرین کنی آروم بگی، یواش یواش یاد میگیری که بدون خشمم حرفتو بزنی. عزت زیاد، ما رفتیم برسیم به این آدم. مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم.